داستان کوتاه زنجیر نوشته بهرام صادقی پیش از ظهر در یکی از شنبه های ماه آبان این آگهی در سراسر سر شهرستان ما به دیوارها اساق شد تیمارستان دولتی به علت تراکم تیماران از این پس تیمار دیگری قبول نخواهد کرد و به اطلاع میرساند که طبق دستور مستقیم انجمن شهر و جناب آقای شهردار هیچ گونه توصیه و تشبسی نیز پذیرفته نخواهد شد. مختزی است کلیه اهالی غیور و شرافتمند این شهرستان مفاد آگهی فوق را در نظر گرفته و به تیماران محترم هم تذکر بدهند. ولی بعد از آن همان روز دو تن از اهالی قیور و شرافتمند شهرستان که سابقه ناراحتی های مادی و ارسی و معنوی و لاحقه مشکلات خانوادگی داشتند دیوانه شدند. اگرچه منظره این دو حادثه در هر یک از خانواده های اونها خانواده های آقای وحدانی و خانم شیرین خانم متفاوت بود. آقای وحدانی تا ظهر سالم بود. مثل همیشه از خیابانگردی خسته و کوفته برگشت و به سلام دختران و پسران و زن وفادار مهربانش جواب گفت و به اتاق مخصوص خودش رفت. نیم ساعت بعد کلفت پیرشان را صدا زد. مدتی با او آهسته سخن گفت و بعد اجازهش داد که از اتاق بیرون برود. وقتی کلفت بیرون آمد، ورقه هایی در دست داشت که معمور بود هر کدام را به یکی از ساکنان خانه بدهد. زن آقای وحدانی یکی از ورقه ها را گرفت و چون کور سوادی بیش نداشت، متوجه فرزندانش شد. دو پسر او همچنین سه دخترش هنوز در تعجب بودند. اما بالاخره زمانی رسید که تصمیم گرفتند متن ورقه ها را که به صورت متحدالمال تنظیم شده بود بخوانند پسر بزرگتر فرزند ارشد خانواده یکی از ورقه ها را که مارک تجارتخانه خانه سابق پدرش بالای آن چاپ شده بود در دست گرفت و دیگران چشم به دهان او دوختند مدت هاست که من ورشکسته شدم این را می دانید اما چرا جواب مرا بدهید ده سال است که حیثیت و آبرو و زندگی خودم را از دست دادم. چه کسی خیال می کرد روزی تجارت خانه من با آن دستگاه وسیع و مرتب از بین برود؟ صادقتر و امینتر از من کجا سراغ دارید؟ سالها زحمت کشیدم. مثل سگ جان کندم. وقتی جوان بودم بخور نخور کردم. خودم را از هر لذتی محروم کردم تا به حق و انصاف شایسته ترقی شدم. زن و بچه هایم را از بدبختی نجات دادم. من که روزی آدم بدبختی بیش نبودم و در خانه پدرم گرسنگی میخوردم در سایه سواد و معلومات متوسط و فعالیت بیاندازم به جایی رسیدم که با بزرگترین تاجران پایتخت مشغول رقابت شدم هوش و استعداد خدادادم باعث شد که از هر حادثه کوچکی به نفع تجارت خودم استفاده ببرم خلاصه در عرض دو سه سال ثروتم چند برابر شد پولم از پارو بالا رفت شما را وارد یک زندگی مجلل و بیدردسر کردم ولی به من بگویید چرا ورشکسته شدم بروید از دولت از اتاق بازرگانی از وزیر دارایی و از رئیس جمهور آلمان بپرسید آیا سزای یک عمر فعالیت و کوشش صادقانه همین است من در این مدت ده سال بیکاری همیشه درباره علت بیچارگی فکر می کردم. آیا در استعداد و هوش و میزان فعالیت هم خللی وارد آمده بود؟ هرگز؟ ابدا ابدا همه چیز دیگر برای من اثر معکوس داشت. شب خوابیدم واجب الحج بودم صبح بیدار شدم واجب الزکات بودم خانه هایم را فروختند و به طلبکارها دادند اجناسم را ضبط کردند پول هایم را گرفتند و هر کس به من تبریک می گفت که به زندان نیفتادم حالا من به تنگ آمدم من کار می خواهم. به من کار بدهید من پیر شدم زنم پیر شده است و شما بچه های بیگناه صورت خودتان را با سیلی سرخ نگه می دارید. دیگر بیشتر از این ممکن نیست تصمیم گرفتم تا سرحد امکان بکوشم و با صدای بلند شرح دردها و بیچارگی هایم را برای همه بگویم. مخصوصا باید با رئیس جمهور آلمان و وزیر اقتصاد امریکا ملاقات کنم. برای این کار به یک بلندگوی چوبی احتیاج دارم که در حضور آنها در آن فریاد بزنم. دلم میخواهد همه بدانند که من از امروز صدای رسایی پیدا کردم. امضا وحدانی محوزا در لحظات اول نگرانی و تشویش فوقلادهی به کسی دست نداد. هرچند که ملاقات با رئیس جمهور آلمان و وزیر اقتصاد امریکا کمی به نظر حماقت آمیز می آمد و صدای رسا چیزی بود که سابقه نداشت. در سطح یک و رب به بعد از ظهر نگرانی و تشویش در دل اعضای خانواده به حد کمال رسیده بود. چون از اتاق آقای بهدانی صداهای ناهنجاری بیرون می آمد. آقای بهدانی به شیوه زورخانه ها اشعاری از شاهنامه فردوسی را به وضوح و رسایی تمام میخواند و به آهنگ آن بر سینی نقرهی بزرگی که از دوران توانگریش باقی مانده بود میگفت دیگر صبر جایز نبود و از آنجا که در این شهرستان بیمارستان امراض روحی و طبیب متخصص وجود نداشت تصمیم بر این قرار گرفت که چه زودتر پدر را به دار مجانین برسانند شهر دور افتاده ما در تمام آن منطقه وسیع یا به زبان اداری در تمام آن استان تنها شهری بود که از موهبت وجود دارالمجانین برخوردار بود. حتی مرکز استان هم چنین چیزی نداشت و در پایتخت هم تازه شروع به ایجاد آن کرده بودند. شهردار ما همیشه از این امتیاز بر خود میبالید. هرچند که گاهی نیز دریق و افسوس میخورد که چرا در این شهرستان ساکت و اسرارآمیز که در بیابانی فراخ تنها مانده و فرسنگ ها با شهرهای شاد و پرجنب و جوش و آبادیهای سالم و پرنشاد فاصله دارد زندگی میکند. روزنامه های مرکز شهر ما و نواحی اطرافش را منطقه نفرین شده نام گذاشته بودند و گاه به گاه در صفحات خود از بلاحت و صفاحت ساکنان این منطقه داستان ها می آوردند. شاید چنین باشد زیرا تازه تیمارستان ما هم مثل سایر تیمارستان ها نبود و هیچ یک از اصول علمی و عملی متداول در آن رعایت نمی و حتی معلوم نبود که اداره بهداری تا چه اندازه بر آن نظارت دارد. در حقیقت این تیمارستان عظیم و مرموز را دسته ای اداره می کردن که هیچ وقت دیده نمی و در اجتماعات شهر شرکتی نداشتند. شایعی که هر چند وقت یک بار پراکنده می شد و در شهر و بیابان و دهکوره ها نفوذ می کرد چون این می گفت که رئیس تیمارستان یک پزشک مجاز پیر و قدیمی است و چند پزشکیار و پرستار پیرتر و قدیمی تر زیر دستش کار می کنند. مسایل دیگر از قبیل اینکه آیا این تیمارستان ملی است یا دولتی است و چند دیوانه دارد و بودجهش چیست و جز آنها چیزهایی بود که سالها در بوته ابهام و گنگی مانده و به همین جهت عادی و بیاهمیت شده بود خانواده آقای وحدانی تصمیم خود را اجرا کردند از آن طرف خانواده خانم شیرین خانم هم با نیم ساعت تأخیر به در تیمارستان رسید تیمارستان ما که در دورترین و ویرانه محلات شهر قرار دارد در واقع بیشتر به یک قلعه نظامی شبیه است در بزرگ تیمارستان همیشه بسته است و درخت های کهنسال و عظیم چنار دورادورش دورش را احاطه کردند خانواده آقای وحدانی که از تاثیر شوم و کرخ کننده ضربه اول بیرون آمده بود تازه پشت در بسته تیمارستان به بررسی اوضاع پرداخت پسر بزرگ مخالف بود و پیشنهاد می کرد که پدر را به پایتخت برسانند و در یک آسایشگاه خصوصی بخوابانند مادر و دخترها با ذکر ارقام و شواهد این عمل را غیر ممکن می دانستند. زیرا چنان پولی در بساط نبود که بتوان دست به چنین کاری زد. و آقای وحدانی که سینی نقره را در خانه جا گذاشته بود به نحو رقت آوری بر شکم خود می زد و همچنان آواز حماسی می خاند. همراهان شیرین خانم که در گوشه دوری با احتیاط و سوء زن ایستاده بودند هم از اینکه با دسته دیگری روبرو می شوند و هم از اطلاع بر مضمون قاطع و تلخ آگهی جدید که در تیمارستان زده بود یکی خوردند. همان یکی که خانواده آقای وحدانی به نوبه خود در دقایق نخست خورده بود. این همراهان بیشمار زنان و دخترانی بودند در سنین مختلف. پیرزنان خمیده قد که به نظر لغمه بیش نمی آمدند و زنان جا افتاده چاق و دخترانی جوان و زیبا که چشمای سیاه و شیطان داشتند. حتی یک مرد هم همراه آنها نبود. خانواده وحدانی یک باره ولی نعمت خود را فراموش کرد و محو تماشای این زن شد. آیا لازم است بگوییم که تمام آنها لباسها و چادرهای مشکی پوشیده و ابروهایشان را وسمه کشیده و به گردنها و دستهایشان حلقه طلا بسته بودند؟ زن آقای وحدانی در دل گفت با یک خانواده قدیمی و مذهبی سر و کار داریم شیرین خانم روی یکی از سکوهای وسیع و سنگی تیمارستان روبروی آقای وحدانی نشست و پیش از آنکه دستمالش را به گوشه ای پرتاب کند فریاد کشید من گاوم آقای محترم با شما هستم شما تعجب نمی کنید من گاوم می فهمید آقای وحدانی که سرگرم کار خود بود ناگهان ساکت شد و به او نگاه کرد چرا چرا تعجب میکنم تا به حال گاو اینجوری ندیده بودم شیرین خانم برخاست و با خنده به سوی همراهانش رفت دیگر گویی راضی شده بود سرانجام یک نفر در این دنیا واقعیت وجود او را دریافته و مهمتر از آن تعجب هم کرده بود آقای وحتانی روی سکوی تیمارستان باری دیگر مشغول آوازخانی شد اما این بار آهسته تر و با احتیاط و گاهی هم دزدانه به شیرین خانم که اینک در انبوه زنان همراهش مخلوط و قاطی شده بود نگاه می کرد. از کنار تیمارستان پشت ردیف درخت های چنار جاده ای تا زمین های بایر و بی آب و علف خارج شهر کشیده می شود. این جاده در آن بعد از ظهر همچنان وسیع و خشک و خالی بود و اکنون دیده می که دسته های گوسفند و بز که به قصد کشتار به شهر هدایت می شدند برای استراحت پیش از مرگ روی پستی و بلندی های صحرای اطراف آرمیدند. بوزها سیاه بودند و تنگ هم در چند خط متقاطع لمیده بودند و دهان و ریش کوتاهشان را آهسته می جنباندند. از دور مثل دسته های گرسنه و بیرمق زائرانی به نظر می آمدند که در انتظار تاون تا و وبا و از ترس آن به هم چسبیده باشند و زیر لب اوراد و دعاهای بی سمر بخانند. به زودی سخنان شیرین خانم به مراحل شرماور و باریکی کشید گاو جای خود را به خوک و اسب و پس از آن به انسان داد انسانی که جزئیات عمل مغاربت و خاطرات خود را از این بابت مو به مو شرح میداد دختران جوان سیاه چشم که بیش از اندازه به پسران آقای وحدانی خندیده بودند از خجالت سرخ شدند و زنهای پیر گوشهایشان را تیزتر کردند که کلمه ای را نشنیده نگذارند. ده ها بار در آهنین و بزرگ تیمارستان با کوبه سیاه وحشتناکش بدون جواب زده شده بود. گذشته از آن جنجال زنان جا افتاده که به مناسبت نفوذ و شهرت خانوادگیشان برای خود حقوقی قائل بودند و سخنان تحکم آمیز پسران آقای وحدانی که با حرارت و ایمان درباره آزادی های روانی و حقوق فردی و مسئولیت گردانندگان تیمارستان به زبان می آمد نشان میداد که صدور اعلامیه شهرداری به هیچ وجه موثر نبوده است و گوش کسی به دستورهای معکد آن بدهکار نیست شیری خانم به نظر زن لندهور چهل ساله می آمد که قدی دراز و چشمهای دریده و بیهیا داشت و حضورش در میان آن زنان سیاهپوش که هر کدام از ظرافت و تناسب مذهبی زنانهی برخوردار بودند عجیب و خیالانگیز می نمون. شیرین خانم باز روی سکو نشسته بود و با حال آشفته تری داستانهای تمام ناشدنی خود را درباره آلات تناسلی و اعمال جنسی بیان می کرد. خانواده آقای وحدانی و همراهان شیرین خانم که در فرصتی غیر از این شاید محال بود با هم دوست و آشنا بشوند به علت بدبختی مشترک البته این حدس ماست مریضان خود را تنها گذاشته و زیر چنار فرتوت و سایفگنی دور هم جمع شده بودند تا درد دل بکنند. زنی تعریف کرد که شیرین خانم پسر جوانی داشت که او را از دل و جان میپرستید و دختری هم داشت که هنوز به شوهر نداده بود. شوهر شیرین خانم سالها پیش او را طلاق داد و زنهای دیگری گرفت. پسرش را به سربازی بردند و در یکی از جنگهای میهنی شربت شهادت نوشید. دخترش هم پس از اینکه شوهر کرد سرطان گرفت اما سرزام بود. دختری گفت که شینی خانم از اول عمرش وسواسی بود و شبها می ترسید که مبادا به نیش مار گرفتار شود و گاهی هم خیال می کرد در رستورانی نشسته است و چلو کباب می خورد. اما افسوس که کباب ها آن کباب های سفت و ترساور هیچ وقت تمام نمی شود و همیشه مثل رشته ای از بشخاب بیرون می آید و به دهان او فرو می رود. دختر دیگری که دستهای چاق و سفیدی داشت که حلقه های طلا بر مچهایش فرو رفته و بر آنها توغ انداخته بود از اینکه شیرین خانم اهل مطالعه بود و کتاب های زیادی میخواند و این اواخر شعرهای عاشقانه میگفت به تفصیل سخن راند دختر زیبا فرصت یافته بود که دستها و سر و سینه خود را به خوبی نشان بدهد آقای بهتانی و شیرین خانم دور از خانواده هایشان بر سکوها تکیه داده بودند و صدایشان به علت خستگی دورگه و آهسته شده بود. اکنون با دقت به یکدیگر نگاه می کردند. خانواده ها از اینکه اهل شهر تا کنون از واقع بوی نبردند و آبرویشان تا این دم محفوظ مانده است و غریبه نیست که به تماشای بیماران آمده باشد خوشحال بودند. در این حال یک فکر مزاحم عذابشان میداد. آیا ممکن بود حتی اگر در تیمارستان جا به اندازه کافی وجود می داشت که این دو موجود را در آن واحد پذیرفت و معالجه کرد معالجه کرد و مگر معالجه هم وجود دارد سرانجام در ساعت چهار بعد از ظهر در بزرگ و افسانهای تیمارستان با سر و صدای زیاد و گرد و غباری که به هوا پراکند نیمه باز شد انگار قرنها بود که کسی این در را نگشوده بود پیرمرد موقر و فربهی که روپوش سفید پوشیده بود اندکی از لای در بیرون آمد. همه ساکت شدند و چند قدم عقب رفتند. بیشک پیرمرد چاق سفید پوش زنهای سیاه پوشیده را کلاغانی انگاشت که از حضور و او ترسیده و پاپس کشیده باشند. لبخند زد. پسر بزرگ آقای وحتانی جلو رفت و گفت آقای دکتر. دکتر گفت بله میبینم. ولی مگر آگهی شهرداری رو نخونده اید بی جهت این جار و جنجال را راه انداخته اید ما حتی برای دیوانه های خیلی خطرناک و زنجیری هم جایی نداریم شاید تعجب کنید اگر بگویم که برای خودمان هم محلی وجود ندارد با وجود این ما متعلق به این شهر هستیم عوارض داده ایم به شما احترام میگذاریم از اون گذشته خانواده های ما چنان سابقه و آبرویی دارند که نمیخوان جز شما و تشکیلات شما کسی از رازشون سر در بیاره اینا رو میتونید به مقامات مربوط تذکر بدید ما نمیتونیم بیماران خودمون رو به مرکز ببریم وس این کار رو نداریم از اون گذشته حق خودمون رو میخوایم همه چیز باید متعلق به با عموم باشه حتی تیمارستان چند نفرند در این وقت آقای وحتانی خودش را از دست زن و کلفتش نجات داد و به جلو پرید و با صدای گوشخراشی آوازش را بر سر و روی دکتر ریخت ورشکستگی و بیکاری این مال زندگی ماست قاعدگی و رخت خواب اینم مال اون خانم ماست. و به شیرین خانم و همراهانش اشاره کرد دکتر بیش از پیش خود را پشت در مخفی کرد مریض شما خیلی حالش بده باید یه فکری بکنیم شیرین خانم دست آقای بهتانی را در دست گرفت و به گریه افتاد کلاقها خندان کمی جلوتر آمدند دکتر گفت اونا رو میبریم ماینه میکنیم و نتیجه رو به شما میگیم شاید سرپایی کنیم یکی از زنا گفت ولی ما باید بدونیم که تکلیفشون چیه شاید اونا رو نگه داشتید اون وقت چه بر سرشون میاد هیچکس که از توتوی کارهای شما خبر نداره اینجا یه تیمارستانه میخوای چه خبری باشه آخه هیچ کس ازش بیرون نیومده معلوم نیست غذایشون چیه دوایشون چیه و با اونها چطور معامله میشه مگه خودتون نشنیدید که میگن اینجا شما دیوانه ها رو میکشید روغنشون رو میگیرید یا به دارشون میزنید چشمای دکتر برق زد ما اینجا فداکاری میکنیم اما چه میشود کرد همیشه درباره دارو مجانی مجانین از این حرفها میزنند دختر جوانی گفت اگر راست میگی چرا در رو باز نمیکنید چرا ما رو راه نمیدین آه این دیگه کار وزارت بهداریه نه کار شما شما باید قبل از هر کاری شوهر بکنید پسر کوچک آقای وحدانی گفت شما حتی خبری هم به خانواده مریضا نمیدید اون وقت ما حق نداریم مشکوک بشیم هر کسی حق داره هر چیزی که میخواد بشه اما ما که دستگاه وسیعی نداریم و تازه یه دیوونه چه خبری داره که بدیم حالا بگذاریم که شما امروزی هستید و اونها رو مریض مینامید ولی مطمئن باشید که با های بی سر و پای طرف نیستید اینا کس و کار دارن و دنبال مریضاشون خواهند اومد البته شوخی میکنم اما آقای دکتر صلاح نیست که به دارشون بزنید آه چند روز که بگذره فراموششون می‌کنید؟ و اونا هم برای خودشون میپوسن یا بندم شوخی میکنم حلقاویز میشوند در همین لحظات اول خستگی بر همه چیره شده بود خیلی خوب فایده این مباحثات مینتیجه و احمقانه چیه بهتر نیست اونها رو تحویل بدیم و خودمون هرچه زودتر دنبال کارمون بریم آخر روغن آقای وحدانی و شیرین خانم چه ارزشی داره که این همه گفتگو بشه و آدم در بلا تکلیفی بمونه آقای دکتر ناگهان ناپدید شد درمان تنومند تیمارستان کنگار در جای او سبز شده بود بیرون آمد و آقای وحدانی و شیرین خانم را به درون برد. خانواده ها با نگاه آخرین خود آنها را دنبال کردند. در بزرگ تاریخی بر روی پاشنه خود چرخید و صدای دلخراشی کرد و باز گرد و غبار از لابلای آن به هوا برخاست. در همین فاصله کوتاه که در نیمه باز بود زن آقای وحدانی بید مجنون بزرگی را که بر روی حوزی بی انتها پریشان شده بود و یکی دو نیمکت سبز رنگ و مجسمه سنگی شیری را که میخندید دیده بود. اکنون غروب نزدیک میشد و باد ملایمی بوی آشپزخانه تیمارستان را به اطراف می پراکند. صاحب گله بزها و گوسفندها به آرامی و محزونی نی می یک ساعت بعد یعنی همان وقت که ساعت قدیمی شهر در میدان فلکه پنج بار به صدا در میآمد بار دیگر در باز شد این بار دربان تنومند خود را در پشت آهن در پنهان کرده بود و دکتری هم در میان نبود همه خیال کردند که در خود به خود به وسیله نامرئی باز شده است یک ردیف شمشاد کوچک و باز هم حوز آب و چند نیمکت سبز و زن جولیده آشفت مویی که نیمه برهنه بود و به درختی تکیه داده بود که دستهایش با زنجیری سیاه به دوران بسته شده بود چیزهایی بودند که از زاویه دیگر به چشم زن آقای وحدانی خوردند دربان با صدای خشکی گفت اونا رو معاینه کردن حالشون وخیمه چاره نیست غیر از اینکه قبولشون کنیم زنهای سیاهپوش و خانواده آقای وحدانی شادمانه جستند و موفقیت خودشان را به هم تبریک گفتند پسر بزرگ آقای وحدانی گفت لازم نیست چیزی براشون بیاریم لباسی غذایی نباید نوشته امضا کنیم تشریفاتی نداره نه در بسته شد خانواده ها آه بلندی از روی رضایت و شادی کشیدند لاغل از آبروریزی و نگاه های و همسایه ها و مخارج کمرشکن و پرستاری دیوانه های زنجیری نجات یافته بودند اما دیگر با هم رابطه ای نداشتند چون شاید در بدبختی اشتراکی نداشتند این حدس ماست و از هم جدا شدند نگاه پسران آقای وحدانی در این دم آخر که خانواده ها به هم خداحافظ می گفتند با نگاه سیاه و شیطان دو دختر چاق و زیبا در هم آمیخت و کمی متوقف ماند عهد و قرارشان را با هم مستحکم کردند آفتاب بر سر بام ها بود و نشعه میزی در فضا موج می زد. چند تن از مردم شهر از کنار تیمارستان میگذشتند. آنها نگاه های تند و پرسو زنی به این دو گروه انداختند. صدای نی خاموش شده بود. در صحرای اطراف دسته های گوسفند و بز پراکنده شده و در پی خود قباری مبهم و بیشکل باقی گذاشته بودند. صاحبشان آنها را به سوی سرنوشت خونی نشان می برد. هر چه خانواده ها در راه های جداگانهشان از تیمارستان دورتر می شدند به نظر می رسید که آن برای عظیم به جای کوچک شدن و محدود شدن بزرگتر و نامحدود می شود. خانواده آقای وحدانی زودتر به خانه رسیدند و زندگی یک نواخت و ملالانگیزشان را آغاز کردند. تنها در روح دو پسر خانواده نقطه امیدی مثل چراغی کورسو میزد. همراهان شینی خانم مدت زیادتری مجبور بودند که در کوچه های تنگ و باریک و در همه شهر راه بروند. خانههایشان دور دور بود. آنها چادرهای مشکی خود را سخت به سر پیچیده و تنها یک چشم خود را بیرون گذاشته بودند. در خم کوچهی به دستهی برخوردند که تابوتی بر دوش داشتند و به گورستان می رفتند. زنهای سیاه به کناری ایستادند و در دل فاتحه خواندند. پس از آن همچنان در میان قبار غروب کوچه ها به راه خود ادامه دادند. ما تنها در سالهای بعد بود که جسته و گریخته چیزهایی شنیدیم آن هم شایعاتی که از خود شهر سرچشمه می گرفت و به آبادی ها و دوها تطراف می رفت و سراسر منطقه نفرین شده را می پیمود و باز به کوچه های تنگ و خاکی شهر برمیگشت. و شب هنگام زیر سخف های زربی و لای کرسی ها بازگو می شد. پسران آقای وحدانی با دو دختر از خانواده مذهبی عروسی کرده و به پای تخت رفته بودند. مادر و کلفت پیرشان را هم همراه برده بودند. خواهرها هر کدام در شهری به خانه شوهر رفته و فرزندانشان را بزرگ می کردند. می گفتند که آقای وحدانی در تیمارستان با شیرین خانم ازدواج کرده است و هر دو بهبود یافتند. می گفتند در این سالهای دراز هیچ کس سراغی از آنها نگرفته و به دیدارشان نرفته است. کسی در پایتخت از پسر بزرگ آقای وحدانی خبر مرگ پدر او را در دارالمجانین شنیده بود که علتش ظاهرا زاتوریه و ضعف قوای جسمانی بوده است و جز اینها و جز اینها شایعه دیگری هم می گفت که در یک صبح غمانگیز و کدر پاییزی که همه جا خاکستری رنگ بوده در پشت امارات تیمارستان در همون محوطه شومی که از بیدها و چنارها و شمشادهای تو در تو محصور شده است و بعد از آن دیگر دیوار بلند و کنگرهدار دارال مجانین است که صحراهای اطراف را از تیمارستان جدا می کند آقای وحتانی و شیرین خانم را به دار زدند و نعش آنها را نیز همانجا چال کردند این آخری البته ممکن است درست نباشد یا دست کم اغراق باشد اما آنچه درست است این است که تا کنون هیچ کس اعتراضی به تیمارستان نکرده است و خواستار بررسی واقعه و یا کسب اطلاعاتی از چگونگی مرگ این دو بیمار و یا بیماران دیگر و اصولا اوضاع داخلی این قلعه قدیمی محصور و دور افتاده نشده است. شاید حق با نویسندگان جراید و مجلات مرکز باشد. شاید همین کار وظیفه آنها باشد.